و شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 28 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 7 دی ماه سال 1402 خورشیدی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه 7 دی ماه بر جنازه سید رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه که در سوریه کشته شد نماز خواند و با خانواده موسوی دیدار کرد. در عکس هایی که از این مراسم منتشر شده، حسین سلامی فرمانده کل سپاه و اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه هم حضور دارند. این اقدام رهبر جمهوری اسلامی نشان از اهمیت و جایگاه نظامی فرد کشته شده دارد. علی خامنه‌ای مراسم مذهبی مشابهی را هم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه برگزار کرده بود. در سوی دیگر، یک روز بعد از اظهارات جنجالی سخنگوی سپاه در مورد اینکه عملیات طوفان الاقصا برای انتقام قاسم سلیمانی صورت گرفته و تکذیبیه فوری حماس، اکنون حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم با تکذیب سخنان سخنگوی سپاه مدعی شد که هنوز انتقام ترور شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی را نگرفتیم. سلامی فرمانده سپاه در واکنش به اظهارات رمضان شریف سخنگوی سپاه گفت طوفان الاقصا یک عملیات فلسطینی بود، طراحی و اجرا توسط فلسطینیان انجام شد و در خارج از فلسطین تصمیمی گرفته نشد. سلامی همچنین در واکنش به قسمت دیگری از اظهارات رمضان شریف که گفته بود ما اجازه نداشتیم عملیات هایی که انجام داده ایم را رسانه ای کنیم، افزود ما صادقانه کاری را که انجام می دهیم اعلام می کنیم و نمی ترسیم. هنوز انتقام ترور شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی را نگرفتیم. به تهدید کرد که انتقام خون سید رضی چیزی جز نابودی اسرائیل نخواهد بود. منابع خبری کرد از کشته شدن منصور کریمیان، فیلمساز اهل سنندج، در نتیجه بمباران ارتش ترکیه در شمال سوریه خبر می‌دهند. منصور کریمیان که برای انجام یک پروژه فیلمسازی به کردستان سوریه سفر کرده بود، در نتیجه این بمباران‌ها شامگاه 2 دی ماه در شهر مالکیه در سوریه جان خود را از دست داد. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، خانواده وی در تلاش هستند که در روزهای آینده پیکر وی را برای خاک پاری به سنندج منتقل کنند. منصور کریمیان 39 ساله و اهل سنندج، سابقه 20 سال فعالیت در حوزه های عکاسی، فیلمبرداری، صدا برداری و کارگردانی را داشته است. گروه حامی آزادی یوهان فلودروس، کارمند سعودی اتحادیه اروپا که در زندان جمهوری اسلامی به سر میبرد، روز چهارشنبه 6 دی ماه خبر داد که او بعد از یک اعتصاب قضایی 72 ساعته موفق شده که اجازه تماس تلفنی با این گروه را دریافت کند. این گروه در پیام خود در مورد این تماس تلفنی با یوهان فلودروس در شبکه ایکس نوشت: اگرچه به نظر می رسید که روحیه خوبی دارد، عوارض خستگی و گرسنگی در صدای او آشکار بود و برای او ناراحت کننده بود که نمی تواند کریسمس را در کنار خانواده باشد. این پیام ادامه می دهد که این شهروند سعودی زندانی در ایران در همان شرایط سخت نگه داشته می شود، یعنی در یک سلول کوچک مشترک با 3 تن دیگر که مجبورند در آنجا بدون تشک و زیر نوری که 24 ساعته روشن است بخوابند و تماسشان با دنیای بیرون هم بسیار محدود است. فلودروس بهار سال گذشته برای سفر گردشگری به همراه چند تن از دوستان خود به ایران سفر کرده بود، اما روز 28 فروردین ماه سال 1401 در حالی که قصد بازگشت داشت بازداشت شد. یوهان فلودروس بیش از 620 روز است که در بازداشت به سر می‌برد. او که از سوی دستگاه جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده، هم اکنون با اتهام افساد فی الارض روبروست که می‌تواند حکم اعدام را برایش در پی داشته باشد. وبسایت هرانا خبر داده که منصور رسولی، آران عمری، رحمان پرهازو، وفا هناره و نسیم نمازی که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شدند، پنجشنبه 7 دی ماه به سلول‌های انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند. اردیبهشت ماه سال 1401 ویدیویی از بازجویی شدن رسولی به وسیله موساد در خاک ایران منتشر شده بود. خبر انتقال این 5 تن به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام چند روز بعد از کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران منتشر می‌شود. این 5
زندانی همراه 3 متهم دیگر در آبان‌ماه سال 1400 به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام جاسوسی مورد بازجویی قرار گرفتند. آنها اسفند ماه همان سال به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شدند. بر اساس این گزارش، این 5 زندانی مدتی بعد با حکم دادگاه انقلاب ارومیه بابت اتهام مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل به اعدام محکوم شدند. فرزند میر یوسف یونسی میگوید که با گذشت 1 سال از بازداشت پدرش، او همچنان بدون صدور حکم محکومیت در بیدادگاهی در بازداشت موقت در زندان اوین است. آیدا یونسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پدرش که به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق زندانی شده، در 1 سال گذشته شنوایی 1 گوش را کامل از دست داده و گوش دیگرش کم شنوا شده است. به گفته خانم یونسی، پزشک زندان اوین گفته است امکان درمان در زندان وجود ندارد و اگرچه در چند هفته اخیر بارها قول دادند که میر یوسف یونسی را نزد دکتر متخصص خواهند برد و مادرم هر بار با مراجعه به دکتر وقت درمان گرفته، اما هر بار در دقیقه آخر اعزام برای درمان را کنسل کردند که بخشی از بازی وزارت اطلاعات برای آزار پدرم است. با این حال خانم یونسی نوشته است که در روزهای اخیر وکیل اجازه ورود به پرونده را پیدا کرده است. یوسف یونسی پدر علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف و دارنده مدال طلای المپیاد نجوم سال 96 است که در سال 99 بازداشت و بعد از گذراندن ماه‌ها حبس انفرادی به 16 سال زندان محکوم شد. علی یونسی هم در دادگاه به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهامی که از سوی خانواده او مسخره خوانده شده است. سایت حقوق بشری کردپا که اخبار مرتبط با شهروندان کرد را پوشش می‌دهد، از جان باختن یک شهروند کرد به نام منصور سلامت در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر خبر داده است. بر اساس گزارش کردپا، این شهروند روز چهارشنبه 6 دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و ساعتی بعد از بازداشت جان باخته است. در این گزارش به نقل از یک فرد آگاه آمده که نیروهای امنیتی صبح روز چهارشنبه منصور سلامت را به اتهام نگهداری سلاح شکاری بازداشت و او را به بازداشتگاه امنیتی 9 پله منتقل کرده بودند. این فرد آگاه گفته است که شامگاه چهارشنبه ماموران امنیتی خبر جان باختن این شهروند را از طریق تماس تلفنی به خانواده او اعلام کرده و دلیل مرگ ناگهانی او را سکته اعلام کردند و گفتند که از ترس و فشار روحی دچار سکته شده است. وکیل فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، خبر از وخامت حال موکل خود داد. خسرو علی کردی روز چهارشنبه 6 دی ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت طبق اطلاعاتی که از وضعیت موکلم فاطمه سپهری کسب نمودم، به دلیل بالا رفتن ضربان قلب به سختی قادر به صحبت کردن است و وضعیت تنفسی ایشان مشکل جدی دارد. این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه علی‌رغم انجام 3 بار جراحی، دست چپ فاطمه سپهری بی‌حس شده و از بیماری چشم رنج می‌برد نوشت جان فاطمه سپهری در خطر است. همزمان اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی از صحبت‌های مادرش را منتشر کرد و نوشت در ملاقات روز سه‌شنبه 5 دی‌ماه ضربان قلب خواهرم به قدری بالا بوده که صحبت کردن برای او مشکل بوده است. مادر فاطمه، محمد حسین و حسین سپهری در این ویدیو شخص رهبر جمهوری اسلامی را مسئول زندانی شدن فرزندانش خواند و تاکید کرد در صورتی که اتفاقی برای آنها رخ بدهد خامنه ای مقصر خواهد بود. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب میکنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید.
دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. اعتصاب کارگران کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز پنجشنبه به رغم هشدار پیشین وزارت کار به معترضان برای ششمین روز پیاپی ادامه یافت. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی، همسان سازی دستمزدها برابر دریافتی کارگران شرکت‌های فولادی همجوار و برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی از جمله مطالبات معترضان است. بر اساس این گزارش، با ادامه اعتصاب در روز پنجشنبه، جلسه‌ای بین نمایندگان اداره کل کار استان، بانک ملی و چند دستگاه دولتی و نمایندگان کارگران در محل این شرکت برگزار شده است. گزارش خبرگزاری‌ها از ایران حاکی از کشته شدن حسین بابایی، ملی پوش و قهرمان رشته قایقرانی اسلام‌لوم در ایران بر اثر تصادف است. این ملی پوش رده جوانان که اهل نجف آباد استان اصفهان است، روز چهارشنبه ششم دی ماه در محدوده این شهرستان دچار حادثه شده و جان باخته است. به نوشته خبرگزاری رکنا، بابایی که در سال جاری خود را برای شرکت در کنکور آماده می کرد و یک دستگاه موتورسیکلت در حال حرکت به محل برگزاری یکی از امتحانات خود بود که با یک دستگاه خودروی سواری پراید شدیداً برخورد کرده و به دلیل جراحات شدید از ناحیه سر جان باخته است. در روزهای گذشته هم اخبار تصادف 3 بازیکن جوان تیم فوتبال بانوان خاتون بم و درگذشت ملیکا محمدی جوان 23 ساله شیرازی جامعه ورزش ایران را در شوک فرو برد. نیروهای اسرائیلی روز پنجشنبه 7 دی ماه با یورش به صرافی‌های انتقال پول و ارز در رام الله و دیگر شهرهای کرانه باختری میلیون‌ها دلار از وجوه مزنون به تأمین مالی گروه اسلامگرای حماس را ضبط کردند. همزمان وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که بر اثر درگیری‌ها میان سربازان اسرائیلی و فلسطینیان در مرکز شهر رام الله در کرانه باختری 1 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل هم در بیانیه اعلام کرد که پلیس، ارتش و پرسنل امنیتی آژانس اطلاعاتی اسرائیل شمبت در جریان یورش‌های خود در رام الله، تولکم، جنین و الخلیل 21 فلسطینی را دستگیر کردند.
بنا به این بیانیه در جریان این عملیات منابع مالی تروریست ها کشف و ده ها میلیون شکل تعدادی گاوصندوق، اسناد، سیستم های ضبط و همچنین تلفن ضبط شد. بیانیه ارتش اسرائیل همچنین از مشارکت یک واحد جرایم سایبری ویژه در این عملیات به منظور مقابله با تبادل رمز ارز خبر داد. سربازان ارتش اسرائیل به دنبال پرتاب مواد منفجره، بمب‌های بنزینی و سنگ به سوی آنها در چندین نقطه در کرانه باختری اقدام به تیراندازی کردند. در جنین یک هواپیمای اسرائیلی به ستیزه‌جویان فلسطینی که به سوی سربازان اسرائیلی تیراندازی کرده بودند حمله کرد. خشونت‌های روز پنجشنبه در حالی است که وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه اعلام کرده بود که 6 فلسطینی در جریان یک حمله پهپادی اسرائیل به شهر تولکرم در کرانه باختری کشته شدند. ارتش اسرائیل در ارتباط با این درگیری در اردوگاه آوارگان نوشام در تولکرم گفت که این حمله هوایی بعد از پرتاب مواد منفجره از سوی ستیزه‌جویان فلسطینی در جریان یک عملیات ضد تروریستی انجام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان محلی گزارش داده که 6 فلسطینی کشته شده در جریان این حمله هوایی اوایل صبح چهارشنبه کنار یکدیگر نشسته بودند و در درگیری‌های میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان مشارکتی نداشتند. وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی ضمن کشته شدگان در جریان این حمله هوایی را از 17 تا 29 سال عنوان کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که حملات روز دوشنبه ارتش آمریکا به مواضع گروه شبه نظامی کتائب حزب الله در عراق با هدف بازدارندگی جمهوری اسلامی و عوامل نیابتی آن انجام شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام سه‌شنبه گذشته اعلام کرده بود که نیروهای ایالات متحده شامگاه دوشنبه حملاتی را علیه مواضع گروه کتائب حزب الله در عراق انجام دادند. جو بایدن در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا نوشته است که هدف از این حملات کاهش و مختل کردن رشته حملات مداوم علیه ایالات متحده و شرکای ما و بازدارندگی ایران و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران از انجام یا حمایت از انجام حملات بیشتر به پرسنل و تأسیسات ایالات متحده بوده است. او در این نامه که متن آن روز چهارشنبه منتشر شد تاکید کرد که ایالات متحده آماده است برای برخورد با تهدیدها یا حمله های بیشتر به صورت مفتضی و متناسب اقدامات بیشتری را انجام بدهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که ارزش آخرین بسته کمک‌های سال جاری میلادی آمریکا به اوکراین تا سقف 250 میلیون دلار خواهد بود و شامل تسلیحات و تجهیزات متنوع است. بلینکن گفت این بسته کمکی شامل مهمات دفاع هوایی، مهمات اضافی برای سیستم‌های موشکی توپخانه با تحرک بالا، مهمات توپخانه، مهمات ضد زره و بیش از 15 میلیون گلوله است. با این حال، کمک‌های بیشتر به اوکراین بعد از پایان سال مصادم توافق دولت آمریکا با کنگره این کشور است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از کنگره درخواست کرده تا 61 میلیارد دلار دیگر برای کمک به اوکراین در نظر بگیرد. جمهوری‌خواهان در کنگره اصرار دارند که بهبود امنیت مرز ایالات متحده و مکزیک بخشی از هر گونه توافق کمک به اوکراین باشد. کاخ سفید هشدار داده که با ادامه روند فعلی کمک‌های ایالات متحده تا پایان سال برای نبرد اوکراین به منظور بازپسگیری اراضی اشغال شده توسط نیروهای روسیه از زمان تهاجم این کشور در فوریه سال 2022 به پایان می‌رسد. برندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید.
جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین رسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها رو دنبال میکنیم. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز گفت اگر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد از جان نیروهای آمریکایی در منطقه حفاظت کند، باید به آیت الله در ایران واقعاً بفهماند که اگر به سربازان آمریکایی از طریق گروه‌های نیابتی خود حمله کنید، ما سراغ شما می‌آییم. سناتور گراهام گفت مدت 6 ماه است که می‌گوید باید ایران را زد، و در ادامه افزود با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های سپاه را می‌توانید ببینید و آنها را از روی نقشه با انفجار محو کنید. او پیشتر هم خواستار اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه جمهوری اسلامی شده بود. دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، در برنامه تلویزیونی تنها اخبار بدون سر و صدا در انتقاد به جو بایدن گفت ایران پولدار شد چرا که جو بایدن به آنها اجازه داد. ببخشید. وی بایدن را رئیس جمهور بی کفایت توصیف کرد و گفت او یک رئیس جمهور سازشکار است، کاملا سازشکار. او به آنها، یعنی ایران، اجازه داد تا پولدار شوند. بیفزود اما بدتر از پولدار شدن، ایران در زمان کوتاهی سلاح هسته‌ای خواهد داشت و این چیزی نیست که بتوان اجازه رخ دادن آن را داد. ترامپ به صراحت اعلام کرد که قصد دارد در صورت بازگشت به کاخ سفید رژیم تحریمی سخت گیرانه علیه ایران را بازگرداند تا راه‌های هر گونه کمک مالی به تهران برای استفاده از سلاح با حمایت از تروریسم را یا حمایت از تروریسم را مسدود کند. نیروی هوایی اوکراین روز پنجشنبه هفتم دی ماه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین در شبانه روز گذشته 7 پهپاد از 8 پهپاد شاهد پرتاب شده به وسیله روسیه را سرنگون کردند. کیف و کشورهای غربی بارها اعلام کردند که جمهوری اسلامی برای کمک به روسیه در تهاجم علیه اوکراین پهپادهای شاهد ساخت خود را به مسکو داده است. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شامگاه گذشته حمله پهپادهای اوکراینی را به فراز شبه جزیره کرم که تحت اشغال مسکو است خنثی کرده است. مقامات اوکراینی هنوز اظهار نظری در این زمینه نکردند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.